به نام خدا، توی این قسمت میخوام مقدمه فصل اول رو یه معرفی داشته باشیم با هم دیگه و بررسیش بکنیم. موضوعی که هستش، حالا مزیت که این جلسات با جلسات حضوری کلاس ها داره، این هستش که ما وقت بیشتری داریم و وقتمون محدود نیست که حالا کتابا به طور کامل بررسی بکنیم. قطعا موضوعی هم که هست، قطعا دکتر شهشانی، پروفسور شهشانی خیلی 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 بهتر از من این کتابا تدریس میکنن و میتونید ویدیوهای ایشون رو ببینید. در واقع موضوعی که هست، من همچین جسارتی ندارم و نخواهم داشت که بخوام در واقع، و ادعایی ندارم که بگم از ایشون بهتر درس میدم. من خودم از ویدیوهای ایشون استفاده میکنم، ولی مسئله ای که هست این هستش که فرصت ایشون توی کلاس یه استاد شریف یا استادی که این کتاب تدریس میکنه، کتاب بسیار عالی هستش، فقط فرصت نیستش که تمام مطالبی که دکتر توی کتابشون ذکر کردن به صورت دقیق گفته بشه. خب مقدمه این قسمت فصل اول در واقع این موضوع رو واشه کافی کرده که ما چرا موضوعی مثل عددا را مطرح میکنیم و به صورت سیر تاریخی اونها را بررسی خواهیم کرد. اولین موضوعی هست، موضوعی که هست اینه که ما عدد را، حالا از گذشته دوتا، در واقع از دوتا جنبه به عدد نگاه میکرد. یکی جنبه گسسته بودنش بوده، یکی جنبه پیوسته بوده، که هر کدومش در واقع کاربردهای خاص خودش رو داشته. حالا مثلا تو قسمت گسسته برای شمارش عناصر مجموعه های گسسته به کار می رفته، که به اون در واقع از قدیم عدد تلقی می شده، به این مفهوم در واقع عدد گفته. اما توی قسمت پیوسته موضوعی که هست سنجش کمیت های پیوسته بوده، سنجش کمیت های پیوسته بوده، که اونا از ابتدا بهش عدد نمی گفتن، می گفتن نسبت. درست؟ هم مشکلی که در واقع قبل در واقع تو سیر تاریخ این موضوع داشتن این که هماهنگی اینها توی جبر مشهور بوده، ولی حالا این که به یک کمیت بگن عدد تلقی بکنن و اون رو عدد اطلاق بکنن، در واقع این به این صورت نبوده و هر چیزی که میتونستن در به صورت هندسی نمایش بدن میپذیرفتن، هر مفهوم جبری و هر مفهوم جبری که نمیتونستن به صورت هندسی نمایش بدن، در واقع یه مقدار براشون قابل پذیرش نبوده. خب اما در واقع اگر ما عدد را پایه و اساس حساب دیفرانسیل و انتگرال در نظر بگیریم، به این صورت نمودارمون خواهد بود که خب اگر روی این نمودار دقت بکنیم، ببینیم که پایه و اساس ورود به حساب دیفرانسیل و انتگرال عدد هستش. حالا توی مرور متوجه میشیم که چرا ما این فرض را در نظر گرفتیم. ببینید، یکی از مهمترین ویژگی های کمیت های پیوسته یک حواسی از اعداد حقیقی هستش که حالا به تفصیل در موردش حرف میزنیم، به اسم اصل کمال، یا همونس که کتاب ازش به اسم برده به اسم اصل تمامیت. ببینید این اصل تمامیت چی میخواد به ما بگه؟ خب پس من اینجا یک تذکر راجبه کمیت های پیوسته داشته باشم. تذکر، خب یکی از مهمترین خواص کمیت های
پیوسته چی هستش؟ اصل تمامیت یا همون اصل اینجوری هم باید اصل تمامیت یا همون اصل کمال مجموعه اعداد حقیقی است. یکی از مهمترین ویژگی ها هستش که ما بررسیش خواهیم کرد. اما شاید از یه منظر دیگه هم در واقع به این موضوع نگاه بکنیم، هستش که در ادامه خواهیم دید که با وجود اینکه اعداد گویا یک در واقع دستگاهی هستند که را جمع و ضرب روشون برقرار هست، حالا ترتیب هم برقرار هست، چرا ما در واقع به یک مجموعه بزرگتری به اسم اعداد حقیقی نیازمند هستیم. پس اگه بخوایم به صورت خلاصه این موضوع را بنویسیم، اگر که من بیام اینجا R، حالا منظور اعداد حقیقی اینجوری نمیشش بدم، اعداد منظور R یا اعداد حقیقی باشه، خب اینها را در واقع میشه از سه تا منظر بررسی کرد. در واقع یکی موزه اولی هستش که یک میدان هستن، یک میدان منظور جمع و ضرب روشون برقراره، جمع و ضرب واقعا همون این علامت جمع و ضرب که میشناسیم و ویژگی های گروش برقرار هستن که نمیخوام راجعش الان اینجا صحبت بکنیم. موضوع دیگه ای که هست این هستش که مرتبه، یعنی ترتیب برقرار، یعنی نماد. و موضوع دیگه ای که هست اینه که در واقع اصل کمال یا اصل تمامیت برقراره که تفاوتش با اعداد گویا در واقع همینجا مشهوده. حالا ما یه نمادی هم در واقع بعضی جواب کار میبرن، حالا یه نماد گذاری هم من اینجا معرفی بکنم. میاد بعضی اوقات دستگاه اعداد حقیقی ها به این فرم هم میان، میگن دستگاه اعداد حقیقی، این رو به این فرم هم میان نمایش کنیم، که البته این ها رو کتاب در واقع چیزی در موردش این قسمت رو صحبت نکرده، از این نماد گذاری بیشتر توی جبر در واقع این نماد ها به کار میبره، اعداد حقیقی به همراه اعمال ضرب و جمع و در واقع رابطه کوچکتر و بزرگتر. خب اما بخش های مختلفی که توی این فصل بررسی کرده کتاب به این صورت هستش که حالا جزئیاتش هم به صورت خلاصه من اینجا نویسم. قسمت اول گفته که بعد عنوان عدد چیست، توی این قسمت سیر تاریخی اعداد گویا و گنگ رو بررسی کرده که حالا یه روندیه گفته که چه شکلی در واقع ما از اعداد حقیقی به اعداد گویا و از اعداد گویا به اعداد گنگ میرسیم و در مرحله آخر هم بعدش اعداد حقیقی. خب توی قسمت بعدی و بحثی که هست اعداد حقیقی میاد در واقع اصل بررسیه، برای من با یک رنگ دیگه بنویسم، بررسی اصل تمامیت و معرفی اعداد حقیقی هست. توی
قسمت سوم که حالا به صورت اختیاری هم در واقع کتاب معرفی کرده، منظور عملیات جبری و ترسیم هندسی هستی که توی هندسه کلاسیک بسیار بررسی می شده. توی این قسمت بحث که بررسی خواهیم کرد هندسه خطکش و پرگار هست که بتونیم با ابزار خطکش و پرگار چه عملیات جبری جمع و ضرب مثلا چیزایی مثل که ابتدایی که توی راهنمایی خوندیم رادیکال دو و اینجور در واقع مباحث ها رسم کنیم. پس اینجا بحث که مطرح هست هندسه خطکش و پرگار هست. توی بخش چهارم و پنجم که در حقیقت هر دوش میخواد اعداد مختلف رو بررسی بکنید، حالا یه پای تفاوت در واقع قسمت چهارم اعداد مختلف بخش اولش میاد، ابتدا میخواد کاری که میخواد انجام بده معرفی اعداد مختلف هست، معرفی اعداد مختلف که عدد مختلف چی هست، چه رابطه با دانش های قبلمون داره با نقاط توی صفحه، و مورد بعدی حل معادله درجه 3 هست که حالا توی دبیرستان در مورد چیزی توضیح داده نشده و مختصات قطبی رو مطرح میکنه، مختصات قطبی و حالا رابطه ای که میتونه با اعداد مختلف داشته باشه. توی اعداد مختلف دومی هم به صورت کلی اعداد مختلف تا حالت کلی مطرح میکنیم، نمایش اعداد مختلف هست و موردی که از یه داده یا یک رابطه خیلی مهم به اسم رابطه تموار هستش، یا خیلی راحت رابطه مثلثات یا اون به دست بیاریم و حالا جذر را عملیات جبری عدد مختلط راحت تر به اون میتونیم به دست بیاریم. بخش ششون که حالا بازی مقدار اختیاری هست و توی کتاب به صورت اختیاری گفته ما بررسیش میکنیم، رابطه عدد مختلط و تبدیلات هندسی هست که حالا عدد مختلط چه کمکی برای بررسی یک سری روابط هندسی به ما کمک خواهد کرد. در واقع روابط هایی که بررسی میکنیم به صورت مختصر انتقال هست، دیگه دوران هست، دیگه تجانس هست که حالا سر جای خودش تعریف ها یادآوری میکنیم برای روابط اونها را و اعداد مختلفی و حالا تبدیلات خطی. بخش هفتم که یکی از مهمترین و بنیادترین مفاهیم حساب دیفرانسیل انتگرال هست و ما را سوق به مفاهیم کلی ترین سیحت و پیوستگی و مشتق و در انتها انتگرال، مفهوم دنباله های عددی هست که موردی که ما یادآوری یا بررسی میکنیم توی این قسمت مفهوم دنباله هست و مفهوم همگرایی دنبال که حالا برای اینکه خسته کننده نباشه این تا حالت کلی ترش را بررسی میکنیم و توی اعداد مختلف اونها را بررسی ها نخواهیم کرد و قضایاش را مطرح میکنیم که پایه و اساس در حقیقت حساب و دیفرانسیل انتگرال دنباله های عددی خواهند. حالا سعی میکنیم جلسه بعد مباحث ها دونه به دونه بررسی و باشه کافی بکنیم. خسته نباشید.